پایین از این دوکانم فکر کنم یک زیرزمینی است. بله. نگوری ازو برام بگوین. پایین زیرزمینی است، یک استقامت جایش گودام جور شده، دیگر راه است، راه مردم هم است. راه مردم هم میشه؟ آه، راه مردم. کس کنم مسیر تا کنم مسیر اینو میتونم برم. سابق از جو مردم میرفت، میامد یعنی؟ میرفت، میامد اینجا بیری بار دگر دگر بودن. ولی چقدر وقت است؟ پشت سر همسایه سبز کلش چی جور کردن؟ بله. باغ جور کردن، مردم برای خواهد. اینجا باز خوب است، قضیات خراب هم نشدن؟ نه نه، اینجا خوب. بسیار خوبش جورش کردن. این قدر محکم بود، سیخای چیز انداخته که در 20 منزل بود استفاده میکنم مردم. بسیار قوی قوی. این که جان از کنم دوران از دقیقا؟ یعنی نه دوره کرزای. دوره بودیجهش میشه بر ما بگوین چقدر مصرف شد؟ بودیجه ازی تقریبا شاید 8 میلیون شوا. 8 میلیون و کارا چقدر پیش رفته؟ چند فیصدش باقی مانده؟ کارا یک 70% پیش رفته، 30% باقی مانده. در باره این دکانایی که اینجا جور میشه، همشون زیرزمینی که هست، خبر که دارین که اینجا جور میشه، چقدر سهولت میشه به مردم؟ الحمدلله بسیار سهولت میشه. این زیرزمینی ها خب به نظر شخصی ما از وقت آقای کرزی بود. مگم کلانای دولت ما و شما در خورد و برد خود غرق بودن، توجه بر از این چیزا نداشتن. این بسیار یک سهولت کلان است برای مردم هم، برای اکثر جوانای ما که بیکار است در مملکت های خارج میرن. دوره ظاهر شما هم یک دوره بوده، ما خود نبودیم که دوره ظاهر شما هستم، فقط مکتب بودیم در سی مکتب قدم را بی آرامی بوده. آرامی بود، بی خی آرامی بود. ولی هیچ کس کس چیز گفتن نمید. یک عسکر می آمد 100 نفر پیش میکرد، میگفت الان ماسل آمد. مگم مال یک طالب می 1000 نفر پیش میکرد. از تحسنه اونمو دولت اونمو قانون است یا پیش میبرد. دیگه خیر باشه کاکو جان، ما خوشحال میشیم هر چقدر که کشور ما آباد شود، جور بله. شود به فایده کلگی ماست. بله آه. خدا سلام و وقت بخیری خدمت شما هموطنان عزیز، انشالله که صحت و سلامت باشین. من نیلوفر رحمانی از چینل یوتیوب کابل شو در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. اعضای دل، ما در چهارراهی پروژه جدید هستم که اینجا قسمی که شما میبینین دکانا جور میشه. همچنان موضوع مهمتری که از این قسمتی که ما هستیم چهارراهی پروژه جدید الا ساحه 500 فامیلی بینم خمسیر چهار دانه زیرزمینی بوده که البته این زمان حکومت کرزی که ما بر ما معلومات دادن که اینجا جور شده بود از این استفاده نمی کردن. اینا این زیرزمینی ها تخریب شده بود و فعلا در حکومت امارت اسلامی شاروالی کابل یک اقدام بسیار نیک کرده که نمی زیرزمینی ها را دوباره بازسازی می کنن و گدام جورش میکنه. به خاطر اینی دکان ها و قسمت بالایش هم اینجا این دکان ها جور میشه و هر دو سمت این طرف هم این طرف هم که ما بیشتر هم میریم در دو چاروی دیگه هم تا قسمت 500 فامیلی اونجا هم امه قسم دکان ها جور میشه و این زیرزمینی ها بازسازی میشه که میتونن هموطنهای ما البته اون زمان که از زیرزمینی استفاده میکردن از یک زیرزمینی وقتی میرفتن به زیرزمینی دیگه که دوباره به سر سرک بیرون میشدن یعنی از انمی سرک عبور و مرور میشد که بسیار سهولت بود برای مردم و بعد از یک مدت دیگه ازش استفاده نکردن فعلا این دوباره بازسازی میشه. خوشبختانه فعلا کارم جریان داره. قسمی که شما میبینید ما هم اولیم یک گزارش آماده کنیم از کار ساخت و ساز انمی زیرزمینی ها و همچنان ساختی دکان ها. بریم صحبت هایی داشته باشیم از انجینیر صاحب معلومات میگیریم که بودجه ازی چقدر میشه و چقدر کارا پیش رفته. صحبت هایی می داشته باشیم و تصاویر هم می داشته باشیم برای شما هموطنهای عزیز ما را همراهی کنه. در کنار ما هستن، من معلومات بیشتر از اینا میپرسم. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. خودتون برای ما معرفی کنین. محمد قاسم امیرزاده هستم، مسئول شرکت امیرزو خان. انجینر صاحب، اینجا قرار است که چی جور شوه؟ بخیر. اینجا قرار است که دکانا جور شوه. دکانا مربوط به شاروالی میشه، قراردادش به شما است. ساخت ساز شما میکنید.
حدود چند دکان اینجا جور میشه؟ در حدود 48 دکان. اینجا سبب موضوع دیگه دقیقاً نمی ساحه که ما سال هستیم مربوط 500 فامیلی میشه؟ نه خیر، این مربوط چاره پروان و بستان میشه. ولی از قسمت 500 فامیلی تا اینجا که ما هستیم ما دیدیم که دکان ها جور میشن. بله بله، از 500 فامیلی چاره پروژه چاره پروان و بستان مربوط ما میشن. و حدود چند دکان جور میشه بخیر؟ به حدود 48 دکان. کی دکان ها را باز کیا میتونن بگیرن؟ این دکان ها وقتی که تکمیل شد ما تسلیم میکنیم به شورولی، بعدا شورولی به مربوط شعبه اجاره دهی میره، پس قرارداد میکنه، باز یک شرکت میگیره، باز کرایه میده به مردم ها. و در قسمت پایین از این دکان ها فکر کنم یک زیرزمینی است. بله نباری بله. ازو برما بگوین. پایین زیرزمینی است، یک استقامت جایش گودام جور شده، دیگر راه است، راه مردم هم است. راه مردم هم میشه؟ راه مردم. کدام مسیر تا کدام مسیر اینو میتونن برن؟ از مسیر اونو میشه صاحبانش هست، راه زینه که مردم هم پایین میشه، پس از اون طرف تیر میشن. کی سهولت هم میشه؟ از دام بیروبار دیجه بسیار درست. در باری بودیجهش میشه بر ما بگوین چقدر مصرف شد؟ بودیجه از این تقریبا شاید 8 میلیون شود. 8 میلیون و کارا چقدر پیش رفته؟ چند فیصدش باقی مانده؟ کارا یک 70% پیش رفته، 30% باقی مانده. تا چه وقت بخیر کار تکمیل میشه؟ انشالله یک در روز دیگه تکمیل میشه. مکمل در روز. انشالله بخیر. بخیر باشین انجینر سید. تشکر. لطف کردین. اینجا کاکا ماست که صحبت میکنه. سلام علیکم، باشم اینجا استاد چون. جان جور بخیر آرام. خوب هستی بخیر هستی آرام. اسمتون؟ اسم من زلمه جان. در این منطقه زندگی میکنید؟ بله، من همین مواد تعمیراتی را از قبیل سمت خش ریگ و کرش برای از این میارم اینجا. خوب است. چقدر کاکا جان کارا پیش رفته؟ کارا دیگه 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. شما باید بسیار این موادایی را که میارین بسیار جا اصلی باشه، کینجر جور میکنن، خدای نواسه پس خراب نشه. ای به خاطر از اینکه چند دانه انجینر دگم از خود شاروالی این استاد هستن، و تست میکنن، باز تست که کردن قبول چیزشان شد، باز ما کار رو شروع میکنیم. آقا جان یک موضوع دیگه، شما خود این مسیر دیگه بلد هستیم؟ بله بله. این زیرزمینی ها سابق بود؟ این زیرزمینی ها سابق بود به خاطر که مردم ما قدر رو رو مرور نمیکنن، همین معتادین در داخل میشدن، به خاطر که معتادین در اینجا داخل نشه، از همون خاطر این را بند کردن، دکان ها را جور کردن که هم رای مردم است و مردم دکان هم جور شد که به خاطر دکان استفاده کنم. این سهولت هم میشه؟ آه بسیار. چرا؟ بله. و یک چیز دیگه بابا جان، از کدام زمان است؟ ای از زمان یک 4-5 سال میشه که جور شده بود. از یعنی سال 4-5 سال یک خراب شده این زیرزمینی ها؟ 5 سال هم نه، یک 10 سال میشه که جور شده بود. ترمی سرک هم جور شده بود، این هم جور شده بود. خویا نقشه های بزرگ داشتن که در پشت دادی دیگه سرک میه، ایجایت میه، خب به اون نرسید. بازی ها فعلا این دکان جور کردن و میتونه که بازم همین مردم از عبور مرور کنن. آه برای مدون مانده دیگه این دکان هم استفاده مردم کنن. نباشید کاکا جان، تشکر. تشکر شما. گفتنی است؟ نه تشکر شما را، خدا خیر بده که ما را اینجا وقت داده که ما گردیم. تشکر و خیر باشین. خب از قسمت گفتن این قسمت که شما را تصویر میبینین اینجا دکان ها جور میشه و قسمت پایین دکان ها زیرزمینی هایی که هست، البته این سمت هم هست، این سمت هم هست، این سمت اینه بیرم ما یکم پیش برم. این قسمت ای زیرزمینی هست که ما میریم و ازش دیدن میکنیم، تصویر میداشته باشیم من که اینا قسمت گفتن برای معتادین بود و یعنی به خاطر که ازش استفاده نمی کردن مردم جای جور شده بود برای معتادین، برای کسایی که مریض بودن. ولی فعلا شاروالی کابل تصمیم گرفته که زیرزمینی ها را بازسازی کنند دوباره تا بخاطر عبور و مرور مردم همشون قسمت بالایشان دکان ها جور میشه که این دکان ها خوب هستن و میتونن هموطن های ما استفاده کنن از زیرزمینی هایی که هست که بازسازی شده و بخاطر عبور و مرور بسیار خوب میشه. فعلا هم کار جریان داره از نیمه قسمت که ما هستیم تا خود چارای 500 فامیلی زیرزمینی ها هم جور میشه و دکان ها هم جور میشه که ما دیدن میکنیم ازشان. شما عزیزا چند تصویر بیننده باشین تا می سمت چارای 500 فامیلی هم همین قسم دکان ها جور میشه همراه زیرزمینی هایش که در البته در هر چاراهی جور میشه، تو نه کمه تو یک سره جور شد از اینجا تا 500 فامیلی زیرزمینی جور نمیشه، کل گپ های مدگه طرف نره، از اینجا تا 500 فامیلی زیرزمینی جور نمیشه، بلکه در چاراهی ها در هر چاراهی یک زیرزمینی جور میشه به خاطر کنی عبور و مرور میکنن نه مردم ما. بله ها. خب ازا شما یک چند تصویر بیننده باشین، ما هم از زیرزمینی ها هم دیدن میکنیم، از خود دکان ها، از جریان کار رو ما رو همراهی کنین.
رضا، این قسمت زیرزمینی است که این البته از سابق، یعنی حدود که بر ما گفتن، تا جایی که معلومات دادن بر ما، 10 سال پیش همین سرک جور شده و اینمی زیرزمینی ها همون زمان جور شده و هموطنان ما دیگه از اینجا استفاده نمی کردن. به او خاطر اینجا مکمل جای جور شده بود برای همی کسایی که مریض هستن، معتاد هستن، برای از اونا و فعلا خوشبختانه اینا باسازی میشه. ای که اینجا باسازی شوه و چراغان نصب شوه بسیار زیاد خوب میشه، سهولت میشه برای هموطنهای ما. بیاین که از اینجا من یک دیدن کنم. اوه اینجا بسیار خوب راه بوده، وقدر زیاد خراب هم نشده، زیاد خراب نشده، فقط یک مشکل داره که تاریکیست بسیار و یک کم تخریب شده بعضی جاهایش. کیرام بخیر، امی شاروالی کابل تصمیم داره که اینجا را جور کنه. بیاین که بریم پیشتر، ما ببینم از این زیرزمینی یک دیدن کنیم. خب این راه بیرون برآمدن است، یک تصویر داشته باشیم. این راه بیرون برآمدن به این سرک و اینی راه هم اینجا دیگه راه نیست، بسته است اینجا. یک بار بریم که ببینیم. بسته است، درست است؟ این حال مطمئن شدیم که اینجا بسته است. خب این هم راهی است که اینجا بخیر بازسازی شده، این راه باز میشه دیگه برای هموطنان ما، میتونن که از جام عبور و مرور کنن و میتونن که از نیمی زیرزمینی از یک طرف سرک به دیگه طرف سرک تیر شوند. بسیار سهولت میشه. برسم خوب هستین؟ شکر. بخیر هستین؟ بخیر باشین. از این منطقه هستین بابا جان؟ از این منطقه نیستیم، از منطقه چیز رو از نیمی زیرزمینی خبر داشتیم. آخ همینجا هستیم. چرا از اینجا استفاده نمیکرد مردم؟ از این سابق؟ دمیقه وقته که اینجا میگن جای جور شده به بر معتادین. خب بر معتادین که اینجا جای جور شده بود، خب قدر دقیقش کس نبود، کوچه ها بند است، عبور و مرور در این رایج نبود. اگه نالی کوچه ها باز باشه، این از سومیه از سومیه بره، از سومیه از سومیه بارا میشه میره. این نال دیگه یا معلوم شده که گدام جور میکنه، چی میکنه؟ اینجا برای گدام جور میکنن؟ نه، سرش چیز جور کردن. و اینجا برای عبور و مرور مردم هم میباشن؟ نمیشه، مردم نمیره زیرا نمیان؟ خب نیست، کوچه ها بند است دیگه. بند است؟ نه، کوچه ها بند. سابق از جو مردم میرفت و میامد؟ میامد اینجا بیرو بار دیگه و دیگه بودن. ولی چه در وقت است؟ سر همیسای سبز کلش چی جور کردن؟ بله باغ جور کردن مردم بالا خواهد. اینجا باز خوب است، قضیات خراب هم نشدن؟ نه اینجا خوب. بسیار خوبش جورش کردن. یک قدر محکم بود، سیخای چیز انداخته که در 20 منزل بیره استفاده میکنه مردم. بسیار قوی. این که کجان از کنم دوران از دقیقا؟ یعنی نه دوره کرزای. یعنی حدود چند سال پیش شاید؟ 10 سال پیش؟ بینه 20 سال پیش هست. از 20 سال پیش هست؟ از 20 سال پیش هست. که جور شدن؟ بله. تا حال این یکان جای هست هیچ مازش سر درکش معلوم نمی باشه، یک وقت خبر میشه کلگیم. خواهی تو راست مردم بی خبر هست. هر کس در ماهش نوش خود هست. از دنیا خبر ندارد، مشکل مردم خبر ندارد. اما تو راست نیبیاد. بله بله. دیگه بس خوب است کاکو جان، فعلا شاروالی کابل این تصمیم را گرفته، بسیار اقدام نیکست. این مردم کار میکنه، این مردم قدر جدی گرفته به حد به اندازه. حالا که پولشان بند است، او پولایی که میاد خب به حساب کمک دیگه و دیگه برشان عجیب میاد. یعنی اگه یه تاخر باشه و نما چقدر پیسه آمد، کدامش خدمت کرد، کدامش کدام بند را بسته کرد، کدام نارا تیر کرد. یعنی کلش خائن بود. ما برات میگم، میره نگو که ریش داره و از بودریش میگه دیگه و دیگه میگه. مردم دونمو پیسه مردم از راه کشید و مردم. کلش رشوت در دفتر، در دیوان، به رشوت هیچ کارت هم میشد. دوزی بود، موبایل در دان خانه ما چپه میکرد، سیاست تو واری رفتن نمیتونست. موبایل چچور کدگه کدگه کازار اذیت میکرد. مردم از روزی که این مردم آمده تا بالا خود یکی نیده شد. که آزار بده یا فرمسان موبایل بده یا کدام کار دیگه کنه. آرام امنیت است اونم. قرار در روی سلک خب کسی چیز نمیگه دوری زایبشا آواره. همه طرف. خیر ببینید. شوخ جان دوره ظاهر شام دیگه تن بیت ما مخص مستاس برای میبینیم. دوره ظاهر شام هم یک دوره بود، ما نبودیم که دوره ظاهر شام ما سن فقط مکتب بودیم، جلسه مکتب قدم رو بی آرامی بود. آرامی بود، بی خی آرامی بود. بود هیچ کس کس چیز گفتن نمی، یک عسكر می اومد 100 نفر پیش می کرد، می گفت الان سلام آمد. مگر مال یک طالب می 1000 نفر پیش می کرد. از تحسنه اونمو دولت اونمو قانون از پیش می برد. خیر باشه کاکو جان، ما خوشحال میشیم هر چقدر که کشور ما آباد شود و جور شود به فایده کلگی ماست. بله آخو خیلی زرد دیده ماشی ما 40 سال جنگ تیر کردیم. بله برادر کشی کردیم، کی مرد؟ فهمی طالب هم این همی افغان هست، همی از همی افغانستان هست، این همی مجاهدین آمد همینجا بود، اگر اردو بود، اگر هر کسی که بود. بله خود از رفت محفوظ تا نشده. بله
خیر ببینی کاکا جان، تشکر. تشکر از شما، خیر ببینی. بخیر باشه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. از شما یک چند تصویر بیننده باشین و ما رو همراهی کنین. تاکسیرانا در کنار ما هستن، یک صحبت کشون داشته باشیم. بیادر سلام علیکم. سلام علیکم. نامتان؟ اسم ما شیرزه است. مصروف تاکسیرانیستین؟ مصروف تاکسیرانی. چقدر کاروبار؟ شکر الحمدلله از خدا خدا. بزرگ میشه؟ الحمدلله. شکر هستم. چقدر وقت مصروف این کار هستین؟ کم وقت شده، یک 13 سال میشه. همه 13 سال؟ یک عمر است؟ یک 13 سال که میشه کلان بچه میشه؟ ما هنوز کلان نشدیم. خب، بیادر درباره این دکانهایی که اینجا جور میشه، همشون زیرزمینی که هست، خبر که دارین که اینجا جور میشه، چقدر سهولت میشه به مردم؟ الحمدلله بسیار سهولت میشه. این زیرزمینی ها خب به نظر شخصی ما از وقت آقای کرزی بود، مگم کلانهای دولت ما و شما در خورد و برد خود غرق بودن، توجه بر از این چیزها نداشتن. این بسیار یک سهولت کلان است برای مردم هم، برای اکثر جوانهای ما که بیکار است در مملکت های خارج میرن، خود غرق میکنن، خود زیر لط و کوپ پاکستانی و ایرانی مندازن. الحمدلله برای دولت هم بسیار یک سهولت کلان است که گاهد برای دولت میشه و مصروفیت برای ملت افغانستان است. ما بسیار خوش هستیم از این کارهای ساختمانی که میشه. و یک خوبیش است که مردم از جا تیرو بیر میشدن، عبور مرور میکردن، ولی فعلا میگن دیگه که اینجا بخاطر همو گودام جور میشن. گودام جور میشه، دکان جور میشه. بله. هر چیز که جور میشه برای ملت افغانستان بسیار سهولت است. امیر بسیار جوان ها کرا میگرن یک گودام یا یک دوکان، یک مصروفیت خوب برشان بالاخره پیدا میشه. برای دولت هم فایده داره، برای ملت هم فایده داره. ما خوش هستیم از این کارهای ساختم. بسیار شما گفتیم که جوان ها میرن سفر میکنن، بسیار باید اقدامندی گفت گفتیم. خودتان خود سفر نکردیم؟ ما خود سفر نکردیم. در ویدیوهای اجتماعی میبینیم، در فیسبوک، در موبایل ها، بسیار وضعیت مردم افغانستان در مملکت های خارج خراب است. بسیار جنجالی کار است که در مملکت های خارج میرن زیر لط و کوب، حتی در 100% 95% زندگی از یا حتی در خطر است. تا یک مراد و مقصد میرسه اوجا هم که 6 سال 7 سال زیر درس و تعلیم دولت میباشه، بالاخره یک کار برشان پیدا میشه که 6 سال 7 سال همیجا کار کنن یک چیز کنن. الحمدلله خدا مهربان است که یک چیز خوب پیدا میشه. حالا شما خودتون در صفحات اجتماعی هستید، چه حالتی را میبینید سر از این جوان ها که در راه ترکیه، در راه ایران؟ از من خودم دو سه ماه میشه که خوارزاده مرا کرده در مرز ترکیه و ایران بندی که $30,000 ازشان میتلم. ویدیوهای لطو کوبشه با فامیلش را این میکنه، فامیلش واسه توان نداره، مجبور مکلف است که به خدا خود حضور کنه. دیگه اشکال میشه. الله خودش رحم کنه. نباشه بیدارم. خیر ببینید. تشکر. خب از اون قسم گفتن بیادرم چون مشکلات از روسیه هم خداوند خودش رحم کنه بالای ما افغانا. از اون تصاویر بیننده باشین، ما میریم به پایین سمت 500 فامیلی، بازم از اونجا یک دیدن کنیم از دکانهایی که ساخته شده و صحبت های همه داشته باشین، ما رو همراهی کنیم. واری گذاشت خوب است، سیاد خوب است، خلاری است، شکر زنده باشید. کدام بخش کار میکنید؟ بله؟ کدام بخش کار میکنید؟ این بخش کنگریزی در مکسر هاست از ما کار میکنید. کارا چقدر پیش رفته؟ بله؟ چقدر کارا پیش رفته؟ این تسر کارا خوب است، کارا دیگه چند دانه کار چند است، این طرف ما پیش رفته، اینه میواسته خلاص میشه. شما شخصی هستین؟ بله، ها شخصی هستین. بعد از کارتون راضی هستین؟ ها شکر از راضی هستین. بله. بازم او دستمزد که برتون میدم. بله ها راضی هستم. شکر از کنیدیم، شکر از شکر از چه وقت میشه مصروف این کار هستیم؟ مصروف این یک 10 سال میشه. 10 سال؟ بله ها. بله ها خوب. بیا شکر خوب هستم. یه رقم شرایطی شما کارتون هست؟ بله ها کار هست، کاری میره بیشه هست. شما چند تا چند کار میکنید؟ بله؟ شما چند تا چند کار میکنید؟ از ساعتی یه صبح تا 4 کار میکنید. بخیر باشین، زنده باشین. تشکر. نه هیت تو سر سوا سیجا یک دفعه 4 دفعه میگم. خب، هیت تو بریم پیش. اینجا کار جریان داره فعلا. کار کنکریت ریزی است، قسمت بالای دکانا را کنکریت مندازن.
ما میریم از صبح پیش میریم به قسمت چاروی 500 کامیلی که اونجا اینه ما قسم این چیز دکانا جور میشه و قسمت زیرزمینی جور میشه و جور شده کار از اونجا بسیار پیش رفته که از اونجا هم یک دیدن کنیم شما تصاویر بیننده باشم مرم رایی کنیم. از ما رسیدیم به قسمت چاروی 500 فامیلی که یه قسمت هم دی چاروی هم البته این دکان ها جور میشه و قسمت زیرزمینی هم بازسازی میشه. کار این قسمت 500 فامیلی که ما هستیم این دکان ها نسبتا کارش بیشتر پیش رفته، یعنی فیصدی زیادش تکمیل است، کمش مانده و خیر اینجا هم کارش تکمیل میشه. این برای ما اینجا یک صحبت کنم باشتو بیدر جان اجازه است. حاجی صاحب سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین. صدمان چه کار میکنین؟ بله. چقدر کارا پیش رفته بخیر؟ کارا تقریبا 80% پیش رفته. اگر کار ما اون طرف اینجا چی باقی مانده در این قسمت؟ در اینجا این چطش ریخت میشه از اون چطش آماده است با کانکریت، از اون آماده است با کانکریت. دیگه اون کار پایینی ما تمام است. یک رنگ و دروازش مونده، این کارای ما دیگه در کنکریت آماده است، تمامش تموم شده. قسمت زیرزمینی چطور؟ قسمت زیرزمینی هم کارش تمام است، تا که تکمیل میشه و هم چراغ‌ها شانده میشه، همش روشن میشه. و گودام‌ها هم دکان‌ها جور میشه. یادر گفتن که قسمت زیرزمینی رو بخاطر گودام استفاده میکنن. بله. نصف ده به خاطر می دکان‌ها کلش گودام میشه. و اینجا می دکان‌ها حدود چند دکان است؟ قسمت 8 دکان این طرف است، 8 دکان این طرف. 48 دکان میشه در مجموع. بسیار خوب است. خسته نباشین. زنده باشین. زنده باشین. خیر می‌بینین. تشکر. خب. اینجا کامل موچی است. اینجا این دکانایی که جور شده مثلا تنها در این قسمت 500 فامیلی که ما هستیم، هشت دکان اون طرف، هشت دکان این طرف، چقدر خوب میشه برای می هموطنای ما که دکان بگیرن و گودامایی که در قسمت پایین زیرزمینی جور میشه. خب عزیزان، انشالله با امید باز هم قسم که همیشه میگم با امید بازسازی هرچی بیشتر در کشور ما، هرچقدر کشور ما جور شود، دکان جور شود، چی فهم زیرزمینی، گلدان، چاراهی، سرکا جور شود، اونم سهولت میشه برای ما مردم افغانستان در هر نقطه دنیا، در هر نقطه افغانستان که زندگی میکنیم. انشالله که بهتر و بهترتر شود. تشکری خاص میکنیم از شاروالی کابل که همچو اقدامات بسیار نیک را اینا انجام میتن و میگن نمی گفتنش آسان است ولی عملی کردن مهم است، که عملی میکنن این بسیار گپ کلان است. خب ازایی هم بود برنامه که تقدیمتان کردم، امیدوارم برنامه رو تا آخر بیننده بوده باشین. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. نظریات نیکتان رو بر ما بفرستین. تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.